برش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای آرامش، با شما در تیتر اول بودیم. سه روز پیش زمانی که خبر کشته شدن سه سرباز آمریکایی منتشر شد، الان چطور میبینین پاسخی که ایالات متحده هنوز نداده اما جو بایدن گفته تصمیمش رو گرفته که بده؟ بسیاری همین تعلل رو چیزی میدونن که انتظارش رو نداشتن. فعلا که جواب نداده و این جواب ندادن تا حالا امیدوارم بنابراین باشه که برنامه ریزی گسترده کرده باشن برای پاسخی قاطعانه که دیگه جمهوری اسلامی عملاتش رو موقعی که به ارتش ایالات متحده و سربازان ما میکنه با هزینه خیلی بیشتر بده. ببینید الان جمهوری اسلامی دارد استفاده میکند از گروه های نیابتیش، از کتاب حزب الله، گروه های مختلف داخل هشت شعبی عراق گرفته تا حزب الله لبنان، جهاد اسلامی فلسطین و حماس و غیر ذلك، و حوثی ها که به نظر میاد حتی افسار اونها هم دیگه از دست جمهوری اسلامی در رفته. ولی تا موقعی که کشتی های سپاه پاسداران، قایق های سپاه پاسداران، کادر و افسر و کادر رهبری سپاه پاسداران مستقیماً بهشون ضربه نخوره و کشته نشن و به صورت گسترده، نه حالا به صورت اینکه چهار نفر سه نفر سرگرد به پایین یا سرهنگ به پایین، ولی مثلا قرارگاه امام علی در منطقه ابو کمال سوریه کاملا نابود بشه، یا قایق‌های تندرو سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز هم از طریق هلیبورد‌های ایالات متحده هم کشتی جنگی مورد هدف قرار بگیرند، یا کشتی‌های اون یک نیم کشتیک جاسوسی مخابراتی که سپاه دارد در نزدیکی یمن، تا موقعی که هزینه برای اونها اونقدر بالا نره که بدونن یک همچین گستاخی، یک همچین کشتاری یا یک همچین کاری توسط حتی گروه های نیابتیشون باعث خواهد شد که هزینه برای سپاه پاسداران ده برابر باشه، تا موقع ادامه خواهد داشت. به خاطر همینه که تا حالا کارنامه آقای بایدن در این زمینه بسیار کارنامه بدی بوده. ایشون الان 160 اندی گروه های مختلف تروریستی نیابتی جمهوری اسلامی حمله کردن به ایالات متحده و سربازاش تفنگاراش در منطقه، و پاسخ ها اینجوری بوده که حالا یک روز یک تهدیدی رو بزنن، یک روز یک دو سه تا حمله هوایی بسیار مختصر بکنن به یا گروه های نیابتی یا مخازن انبار تسلیحات سپاه یا تسلیحات گروه ها. نه، ولی باید کادر مستشار و کادر رهبری در منطقه، اونهایی که سپاهی هستن، مورد حمله قرار بگیرن، همونطوری که اونها ارتش ایالات متحده رو مورد حمله قرار میدن. هزینه باید بالا بره. این یک بخش اولشه، ولی به نظر میاد که اون چیزی که من برداشت میکنم حمله غیر نظامی هم خواهد بود، یعنی حمله گسترده سایبری ممکنه خواهد بود، اینا حمله های خواهد بودش که ممکنه شما هم روز فردا حس نکنید و ندید، تبعاتش رو نبینید. ولی در هر صورت این سیاستی که جمهوری اسلامی اجازه پیدا کرده تا این حد هم موشک و پهپاد به گروه‌های تروریستی بده و هم خودش کاری بکنه که حتی ایالات متحده بهش مجبور بشه این محاسبه رو بکنه که اگر بزنم اون موقع چه تبعاتی برای من خواهد داشت، تا اینجا این قضیه به نظر من خیلی هزینه داشته برای آقای بایدن. اینجا دیگه باید این نردبان رو قطع بکنن و کاری بکنن که جمهوری اسلامی، اگر میگم ممکنه دو مشت بزنه، ولی 55 مشت بخوره. آیه آرامش، ولی بسیاری میگن این دو سه روزی که گذشته بسیاری از این پایگاه ها دارن تخلیه میکنن، حتی تجهیزاتشون رو منتقل میکنن، گزارش های وجود داره، به نظرشون میرسه که چندان هزینه ای نخواهد داشت؟ ببینید، من فقط نگفتم پایگاه های گروه های نیابتی یا پایگاه های سپاه در روسیه، گفتم حتی تجهیزات اینا در خلیج فارس، تنگه هرمز، در دریای سرخ هنوز این کشتی سپاه هست. به اضافه اینکه زمان آقای ترامپ در غرب ایران من پایگاه های بزرگ سپاه قدس هست که گروه های نیابتی رو اونجا تحلیل میدن. حتی اگه صحبت آقای جان بولتون مشاور امنیت ملی آقای ترامپ که خیلی هم بهش منتقد این روزها گوش بکنید، میگوید که برنامه حتی برای زدن اونها داشتن، ولی لحظه آخر ترامپ مخالفت کرد. یا میگه آقای بولتون میگه من برنامه رو ریختم، آقای ترامپ اجازه زدن پایگاه های سپاه قدس در غرب ایران رو داد، آمدم خونه دیدم آقای ترامپ نظرش عوض کرده. گزینه ها زیاده. هزینه برای جمهوری اسلامی موقعی که میآید سربازهای ایالات متحده برای شما رو حمله قرار هدف قرار میدن، باید دو چندان نه ولی ده چندان باشه که دیگه همچین کاری نکنه. سپاسگزارم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما.